داستان مهاجرت، نوشته کوتاه از رجیا پرهام. امشب مهاجرت ما 9 ساله شد. مهاجرت یعنی خداحافظی با بابا بزرگ، اشکهاش و تنها گریه تو قبل رفتن. مهاجرت یعنی خانه شلوغ و آغوش صمیمی عمه شب قبل از سفر. مهاجرت یعنی گریه های خواهری که بعد رفتن تو تا ماها شوکه، دلتنگ و تنهاست. مهاجرت یعنی احتمالاً دیگه هیچ وقت میزبان بسیاری از عزیزانت نمیشی. مهاجرت یعنی دلگرمی تو و همسرت به همدیگه که نگران نباش، همه چی خوب پیش میره. مهاجرت یعنی نامه تلخه دوست که وقتی پرواز بلند شد میخونیش. مهاجرت یعنی چند چمدان و کل زندگی. مهاجرت یعنی یه شهر بزرگ برفی سفید و خلوت که غریب است. مهاجرت یعنی مرد سیاه پوستی که با لهجه افریقایی انگلیسی صحبت میکنه، راننده ی تاکسی شما میشه و مقصد رو میپرسه. مهاجرت یعنی یه زبان دیگه و نه زبان مادریت. مهاجرت یعنی Welcome to your new land یا Welcome to Canada یا هر جای دیگه. مهاجرت یعنی دختر بلوند مؤسسه‌ای که ازش خانه اجاره کردی، همون که کفشش رو قبل از ورود به ساختمانی که یک ماه متعلق به توست در میاره. مهاجرت یعنی یه آپارتمان کوچک و یک صبح سرد و یهویی تنها شدن و نوعی از هراس که تا حالا تجربهش نکردی. مهاجرت یعنی ارزشمند شدن شنیدن اتفاقی زبان فارسی توی اتوبوس. مهاجرت یعنی کمک و راهنمایی های یک هموطن. مهاجرت یعنی تلاش برای ساختن و یاد گرفتن. مهاجرت یعنی رعایت تمام قوانین جدید. مهاجرت یعنی خریدهای اشتباهی. مهاجرت یعنی وقتی آبری و برای عبور ماشینی میستی، ماشین هم برای تو توقف کنه که رد چی و تو تعجب میکنی. مهاجرت یعنی آزادی نوع پوشش. مهاجرت یعنی کلاس زبان. مهاجرت یعنی متلک همکلاسی که ایرانی یعنی تروریست. مهاجرت یعنی برای هر کسی که تو رو میبینه و از ملیتت میپرسه نماینده کشورت باشی. مهاجرت یعنی برگرداندن مجله‌ای در فروشگاه با عکس آقای احمدی نژاد روی جلدش، مجله‌ای که کنارش بزرگ نوشته ایران. مهاجرت یعنی یه جمع ایرانی وسط نورکوست کالج. مهاجرت یعنی 14 ملیت مختلف توی کلاس زبان 18 نفره. مهاجرت یعنی کار داوطلبی. مهاجرت یعنی بغض و دلتنگی. مهاجرت یعنی تفاوت زمان با ایران. مهاجرت یعنی تلفن‌های گاه و بیگاه نیمه شب‌ها. مهاجرت یعنی خبر مرگ پدر بزرگ و تنهایی. مهاجرت یعنی جلسه مصاحبه کاری چند ساعت بعد از شنیدن اون خبر، بغض کردن و آغوش باز یه غریبه که فهمیده تازه واردی و به تازگی خبر مرگ عزیزی رو شنید. مهاجرت یعنی تلفظ اشتباه واژه ها. مهاجرت یعنی کم کم جا افتادن. مهاجرت یعنی چیدن سفره هفت سین دور از ایران. مهاجرت یعنی دوست. مهاجرت یعنی شادی خبر خوب پذیرفته شدن تحصیلاتت و گرفتن مدرک معادل کانادایی. مهاجرت یعنی شوکه شدن و شوکه کردن. مهاجرت یعنی روز شماری و هیجان برای سفر به ایران. مهاجرت یعنی خبر خوب کار پیدا کردن همسرت. مهاجرت یعنی صاحب خانه‌ای که دلت می‌خواست بشی. مهاجرت یعنی احساس پس‌لرزه‌های رکود اقتصادی. مهاجرت یعنی بیکاری و ترس از بیپولی. مهاجرت یعنی گریه‌ها توی خونه، ماشین و هر جای دیگه. وقتی شنیدی پدرت از شدت بیماری روی پله‌های بیمارستان از حال رفته و تو دستت از همه چی و همه جا کوتاهه و فقط میتونی تلفن کنی و بعد بی هدف توی خیابون راه بری و رو به آسمان بگی خدایا من اینجا چی کار میکنم.
مهاجرت یعنی تردید بابت درست و یا نادرستی تصمیمت. مهاجرت یعنی تمرین صبوری. مهاجرت یعنی افتادن و بلند شدن. مهاجرت یعنی اولین درخت کریسمسی که گوشه خونه تزیین میشه. مهاجرت یعنی روی روال افتادن. مهاجرت یعنی یک جمع خوب ایرونی. مهاجرت یعنی پاسپورت کانادایی و خوشحالی بابت بی‌نیازی گرفتن ویزا برای سفر. مهاجرت یعنی ندیدن تولد، رشد و بزرگ شدن خواهرزاده‌ت. مهاجرت یعنی داشتن حق انتخاب. مهاجرت یعنی دنبال هدف رفتن. مهاجرت یعنی تصمیم برای دو ملیتی شدن و باور اهل دو خاک بودن. مهاجرت یعنی امیدوار بودن به فردا و دلنگرانی برای ایران. مهاجرت یعنی مسیر و مهاجرت یعنی تجربه.